برنامه هم یه پست داریم هم اینجا هم کردم اون ریوائزوریزنشو ببین اگه میخوای بدی بچه های یه کاری روش بکنن بده بکنن شاید این بعد در شما ما انجام بدیم این کارو. درود بهت، مرسی مرسی رکسان عزیز. یه لحظه فریناز اجازه بده من اینجا مهمانم ببینم. سارا، سارای عزیز درود بهت. سارا کجا هستی؟ تهرانم امیر جان. خوبی؟ سلامتی؟ تهران چرا خودتو نشون میدی؟ خب درباره آب و هوا معلوم بعد فقط باید صحبت کنم. نه به من بگو این قضیه چقدر جدیه که حالا داری راجع به گذار از حکومت و اینا حرف میزنی. قضیه حمله اسرائیل قطعیه، یعنی اصلا کوچکترین تردیدی درش نیست. ببین من توی همین گفتگویی هم که داشتم چند دقیقه پیش در این مورد گفتم، این رژیم ایران توی 46 سال گذشته به مردم خیلی فشار آورده و این حرفایی که من میزنم فقط خودم دارم میزنم، تو نه تایید کن نه تکذیب، هیچ کاری نکن، فقط گوش کن دارم توضیح میدم برات، چون نمیخوام برات هیچ مسئولیتی ایجاد بکنه. تو این 46 سال گذشته این رژیم به جای اینکه بیاد به مشکلات مردم برسه تمام مدت فقط بزمن این یکم بیارم بالا، بچهای یوتیوب هم زیاد اذیت نشن از اینکه دارم اینستاگرام رو نگاه میکنم، تمام مدت این رژیم فقط پولهایی رو که باید داخل کشور صرف میشد برای رفاه برای مردم، چون خیلی ما ثروتمندیم، امروز نباید ایرانی ها بشینن افسوس بخورن که وای در عربستان ببین مردم چقدر آرامش دارن، در قطر چقدر آرامش دارن، در کویت، در امارات همجوری مردم تو خونهشون میخوابن حقوق میگیرن، پول نفت سهمش میاد براشون. خب چرا مردم ایران، ما خیلی ثروتمندتر از اونها هم هستیم، چرا پس مردم ایران اینقدر فقیرن؟ چرا این همه مشکلات دارن؟ برای اینکه این پول‌ها همش رفت خرج یه سری شبکه بزرگ ترور شد توی منطقه که همه دنیا هم اینو فهمید. یعنی چیزی نبود که بگیم یواشکی مخفی بود کسی نمیفهمید. روسیه هم داره همین کارو میکنه. ولی هیچکس نمیدونه، هیچکس هیچ سندی ازش نداره. چین هم داره همین کارو میکنه، از گروه‌های تروریستی مختلف داره حمایت میکنه. ولی ماشاءالله چپ و راست سند از این حکومت ملایان وجود داره در دنیا، تو تمام سازمان‌های دنیا که آقا این رژیم داره این گروه‌های تروریستی رو تغذیه می‌کنه فلان. و این گروه‌های تروریستی وقتی دیگه رفتن، تا یه وقتی بود که مخفی حالا دو تا خمپاره پرت می‌کردن، اسرائیل هم رفت یه گنبد آهنین زد و حالا باشه اینا، ولی وقتی تونل زدن با پاراگلایدر رفتن حمله کردن، یک سال پیش رفتن به اسرائیل حمله کردن، 1200 نفر از مردم اسرائیل رو وحشیانه کشتن، این دیگه اعلام جنگ بود. اسرائیل شروع کرد حمله کرد بهشون، تمام این سرشبکه های ترور رو میبینی که دیگه اخیراً هم تمام سرانشون هم کشت و اسرائیل میدونه که این سرشبکه های ترور، حسن نصرالله، یحیی سنبار، اسماعیل هنیه، همه اینها با پول های با میلیاردها دلار پول نفت مردم ایران اینا ساخته شدن، اصلا از اساس ساخته شدن. پس من اینو فکر کنم اگر بچرخونم اینور هم من میتونم هم با اونجا میتونم صحبت کنم، همینجا اینجوری خیلی بهتره. آره تمام این سرشبکه های ترور با پولای نفت مردم ایران ساخته شدن. اسرائیل میدونه اگر این سرشبکه ها رو بزنه، شبکه‌شون هم بزنه، بالاخره چند تا بچه کوچولو هستن اونجا، نوجوان هستن، جوان هستن که اینا دارن تو این فضا بزرگ میشن و اینا میشن حالا رهبران جوان و دوباره پول نفت مردم ایران، اگر این رژیم سر کار باشه دوباره همینجوری پول نفت مردم ایران میریزه توی غزه، میریزه توی لبنان، جنوب لبنان، میره این ور اون ور و این پولهای نفت تبدیل میشه به گروههای تروریستی و دوباره اسرائیل روز از نو روزی از نو با رهبران جوانتر و خشنتر. برای همین اسرائیل قطعاً میخواد این بار سر قضیه رو هم بزنه و برای اولین بار در نیم قرن گذشته، در 46 سال گذشته، برای اولین بار همه دنیا، تمام کشورهای عربی منطقه، تمام اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، همه این چراغ سبز رو دادن به اسرائیل، میگن آقا حق داری دیگه، اومدن با موشک دارن تو خاکت هم میزنن، تروریست هم دارن میفرستن و برو بزن. این اولین باره که این اتفاق افتاده. خود نخست وزیر اسرائیل هم چند روز پیش اومد، نخست وزیر سابقش نفتالی بنت اومد اعلام کرد، گفت ظرف 50 سال اخیر ما برای اولین بار این فرصت رو پیدا کردیم که بریم سر مار رو تو تهران بزنیم. حالا پس جواب سوالت،
قطعاً اسرائیل خواهد زد. قطعاً. این... حالا فکر میکنی که این اتفاق میفته؟ لحظه باید منتظر باشید. هر لحظه. یعنی با این سرعتی که این برای مردم مخصوصا مردم تهران خطرناک نیسته؟ اسرائیلیا بلدن چجوری بزنن. من مردمی که در کنار قرارگاه‌های بزرگ سپاه پاسداران، در کنار کارخانجات بزرگ سپاه زندگی میکنن، من به اینا توصیه میکنم که نباشن، حالا یه مدتی رو برید یه جای دیگه ای. ولی اسرائیل نقطه زنی های آخه ببین الان مثلا خب اینجوری نیست یه جای مشخص زندگی کنن. خود سران حکومت هم تقریبا واسه یه کل تهران این جریان خطرناکه. یعنی مردم یه مقدار نگران این قضیه هستن که بالاخره حمله خارجی واسه یه کشور خطرناکه دیگه. یعنی تقریبا تا اونجایی که من دارم میبینم هیچ کی از این قضیه خوشحال نیست. خب نگرانی هست واسه مردم دیگه. البته این که هیچ کس خوشحال نباشه، من نمیدونم، الان کامنت های ما بسته است بچه ها، یه کامنت ها بازه بچه ها، چند تا کامنت بذارید من ببینم کامنت ها اگه بازه از مردم سوال بکنم. چون چیزی که ما داریم توی نظر، چون دائم داریم نظر سنجی میکنیم و یک بخش بسیار بزرگی تا حدود 90% مردم خوشحالن، راضین، میگن آقا بیاد بزن اسرائیل. و ببین نقطه زنی های اسرائیل رو هم دیدن. این رژیم هی میگفت نقطه زنی. یادته وقتی فخری زاده رو کشتن، پدر بمب اتم رو، تو ماشین نشسته بود، زنش هم کنارش نشسته بود دیگه. خب اسرائیل میتونست اون رو راحت با یه پهباد میتونست بزنه و کل ماشین رو منفجر کنه، هم خیلی هم راحت تر، زنش هم کشته میشد، میگه به جهنم زنشه دیگه. ولی اسرائیل میاد یه تفنگ 1000 کیلوگرمی رو که از راه دور بتونه ماشش شلیک بکنه، این تفنگ رو از مرز تیکه تیکه وارد میکنه، میارن توی مازندران، این رو هم سوار میکنن، میذارن روی نیسان آبی، روش الوار میریزن، تفنگی که هیچ کس پشتش نشسته، از هزاران کیلومتر اون طرفتر با ماهواره دارن حالا شلیک میکنن و دقیق دارن میبینن که بزنن و فقط فخریزاده کشته بشه، هیچ کس حتی اعضای خانوادهش هم کشته نشن. همین کار رو با سر کشتن رئیسی، رئیسی رو 1000 جای دیگه هم میتونستن بزنن، ولی یه جایی تو هلیکوپتر زدن که مطمئن باشن حتی هلیکوپترهای کناریش هم نمیره، خودش داره میره و اون چند تا مزدوری که توی هلیکوپتر خودش نشستن. همین کارو با برو بیا نزدیک اسماعیل هنیه، اسماعیل هنیه رو توی یک ساختمونی زدن، توی اون کاخ سبز رضا شاه تو منطقه سعدآباد، منطقه کاخ شاه بود دیگه، و اونجا یک امارت بسیار محکمی رو ساخته بودن که تمام این رهبران گروه‌های تروریستی که می‌بودن، هتل ویژه اونا بود به این کنار کمپ چمران، و اونجا طبقه اسماعیل هنیه رو که می‌زنن، طبقه پایین زیاد نخاله بود، رهبر جنبش جهاد اسلامی، فقط اسماعیل هنیه رو می‌زنن، یعنی فقط اون طبقه، اون اتاق خواب، فقط اونجا رو از بیرون هم می‌زنن، از درون بمب‌گذاری نشده بود که درون میاد به قول خودشون ریز پرنده، اپراتورش نشسته تو ایستگاه دوم توچال، از ایستگاه دوم توچال داره با درون قشنگ میبینه، میاد قشنگ تصویر چیز رو میبینه روی درون، شلیک میکنه بهش اسماعیل هنیه رو. یعنی با دقتی که اسرائیل داره میزنه اصلا مردم رو نخواهد زد. من ببین، من اسرائیل بودم، زیاد هم بودم، و از مردم اسرائیل تا عالی ترین سطح سیاستمداران اسرائیل توی جلسات باشون شرکت کردم، توی پرس کنفرانس باشون بودم، با وزیر خارجه سابق اسرائیل، با زیپی لیونی، همه اینا رو میتونید ببینید، توی سرچ بکنید میاد بالا، توی کنفرانس بزرگ امنیتی اسرائیل توی هرزیلیا یکی از سخنرانای پنل ویژه شون بودم، و همین 2 ماه پیش با اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو توی پارلمان اسرائیل 1.5 ساعت تمام گفتگو داشتیم درباره همین ایران، آینده ایران، اپوزیشن. بعدش هم اومدن همینجا 2-3 هفته پیش توی تکساس، توی دالاس با هم دیگه شام مهمان من بودن اصلا، و نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم. من مردم اسرائیل رو و سیاستمدارای اسرائیل رو و ارتشیهای اسرائیل رو، IDF رو خیلی خوب میشناسم، عاشق مردم ایرانن، باورت نمیشه. یعنی انقدر که اینا به مردم ایران عشق می‌ورزن، به تاریخ ایران عشق می‌ورزن، اصلا قابل تصور نیست. من در هیچ ملت دیگه‌ای توی دنیا، در هیچ حکومت دیگه‌ای توی دنیا این درجه از عشق و محبت رو ندیدم که درباره مردم ایران باشه. خب پس اسرائیل حواسش به مردم ایران هست بیشتر از هر کسی،
این رژیم هیچ وقت حواسش به مردم ایران نبود. وقتی که بچه های مردم اومدن تو خیابون همچین به رگبار میزد تو نیزارهای ماهشهر سال 98 مگه نبود؟ آبان 98 به رگبار بستن خانواده ها رو، بچه جلوی پدر و مادرش با تفنگ جنگی با دوشکا با چیزهایی کشتن مردم رو. ولی اسرائیل اینجوری نیست، اگر بزنه هم دقیقا میدونه. و ببین یک شب نخواهد بود، این حملات امتداد خواهد داشت. همینجوری که ببین چیز رو چجوری زدن، حماس رو که میخوان بزنن، حماس رو چجوری زدن. قشنگ سال داشتم امیر جان زد. حالا حمله از طرف اسرائیل چه ربطی به تغییر حکومت داره؟ یعنی چرا فکر میکنین این اتفاق میفته؟ ببین اسرائیل وقتی بیاد میخواد که این حکومت رو گفته اعلام کرده الان دیگه، چون اگر دو نفر رو چون زدن دیگه، رئیسی رو کشتن، دیدم به جاش پوزیده رو آورد گذاشت بالا خامنه ای پزشکیان و هر کیو چیز کنن و این دائم هی یکیو میارن به جاش میذارن. بر همین اسرائیل این دفعه اعلام کرده من برای تغییر رژیم دارم میرم، یعنی همون جوری که حزب الله لبنان رو گفت میرم دیسمنتل میکنم، رفت شروع کرد شبکه‌شون رو زد با اون پیجرها، کل شبکه حزب الله لبنان رو زمین گیر کرد، رفت تا سر شبکه رو 14 طبقه زیر زمین حسن نصرالله رو با بمبای سنگرشکن زد کشت، خیلی هم با دقت. اتفاقا تو اون منطقه‌ای که تو زاهیه منطقه جنوب بیروت که زد حسن نصرالله رو کشت، اون منطقه بسیار منطقه پرجمعیتیه، یعنی یه جایی مثل همین فلاح خودمون توی تهران، یه منطقه بسیار پرجمعیت، خونه‌ها همه تو هم، ولی وسط اون یک ساختمانی وجود داشت که هیچ کس هم نمیدونست، امنیتی بود و این ساختمان 14 طبقه میرفت زیر زمین، بازم هیچ کس نمیدونست. و اونجا حسن نصرالله اونجا داشت زندگی میکرد، جلسه میذاشت فلان، اونجا رو رفت زد. شما اصلا نشنیدید وقتی حسن نصرالله رو کشتن بگن آقا صدها نفر از مردم غیر نظامی مثلا فلاح جنوب بیروت هم کشته شدن؟ نه، دقیق زد که مردم کشته نشن، مردم لبنان. مردم لبنان که دارن این چیزا رو میبینن، اگر نگاه بکنی مردم لبنان الان از ارتش اسرائیل دارن استقبال میکنن، بهشون شیر نمیدن، شربت میدن، گل میدن. فیلم ها رو نگاه کن، چرا مردم لبنان باید خوشحال باشن که اسرائیل اومده داره یه گروه لبنانی رو میکشه؟ برای اینکه اون گروه تروریست لبنان رو به اشغال به چی میگن گروگان گرفته بوده. حالا همین وضعیت برای ما هم وجود داره، یعنی متاسفانه سارای عزیز، رسانه های فارسی زبان ما بسیار خیانتکارن. این مال امروز و دیروز نیست، ما باید توی این رسانه ها، این حرف ها باید تو رسانه ها زده می شد، فیلم ها و اسناد این حرف ها وجود داره، باید همه اینها رو نشون می دادن به مردم. ولی رسانه ها این کار رو نمی کنن، رسانه ها به جاش یه عده کارشناسی رو میارن که اون کارشناس ها دل مردم رو خالی می کنن، میگن وای اگر جنگ بشه، اگر اسرائیل بیاد، اگر فلان کشور اشغال میشه دیگه. اون وقت اون کارشناسای بی همه چیز نمیگن که بابا جان کشور ما که اشغاله، که اگر اشغالگر بیاد، اشغالگر چی کار میکنه سارا جان؟ اشغالگر بیاد به ناموس مردم تجاوز میکنه، که خب این رژیم 46 سال داره به ناموس مردم تجاوز میکنه، اموال کشور رو میدزده، که خب این رژیم داره میدزده، بیاد بچهای مردم رو میگیره میکشه زندانی میکنه، که خب این رژیم داره 46 سال انجام میده. یعنی شما تمام اون صفت هایی رو که برای یک ارتش اشغالگر یک کشور دیگه میتونی تعریف بکنی، در بدترین شکلش رژیم ملایان و سپاه پاسداران دارن علیه مردم ما انجام میدن. پس کشور ما آلردی تحت اشغاله. رسانه های فارسی زبان چرا این رو برای مردم توضیح نمیدن که بابا جان اگر امروز داره میاد یک نیروی کمک بکنه، چرا نمیان؟ تاریخ جنگ جهانی دوم رو شنیدی درباره فرانسه؟ که تو جنگ جهانی دوم وقتی نازی ها رفتن آلمان نازی فرانسه رو اشغال کرد، 4 سال تمام فرانسه تحت اشغال نازی ها بود، همه جور جنایتی هم نازی ها میکردن. اتفاقا یه حکومت دست نشانده هم آورده بودن روی کار، حکومت دست نشانده نازی ها اسمش بود حکومت ویشی فرانسه، مثلا فرانسوی بودن ولی خیانتکار بودن، در خدمت نازی ها بودن. و این میهن پرستان فرانسوی به رهبری ژنرال دوگل که امروز بزرگترین فرودگاه پاریس اسمش هست فرودگاه ژنرال دوگل، ژنرال دوگل یه فرمانده نظامی بود، بلند میشه میره انگلیس، میشینه پای رادیو بی بی سی. خب انگلیس و فرانسه همیشه با هم درگیر بودن تاریخی، میره انگلیس میشینه پشت رادیو بی بی سی، پشت رادیو بی بی سی میشینه و ژنرال دوگل درخواست میکنه
از ایالات متحده آمریکا میگه بیا به فرانسه حمله نظامی کن و فرانسه رو از اشغال نجات بده. آمریکا میاد این کارو میکنه، نیروی نظامی پیاده میکنه تو ساحل نورماندی فرانسه و فرانسه رو بعد از 4 سال از اشغال نجات میده. امروز ملت فرانسه و ملت آمریکا واقعا مثل خواهر برادرن با هم دیگه، عاشق هم دیگن. فرانسوی ها آمریکا رو نجات بخش خودشون میدونن. آمریکایی‌ها نرفتن فرانسه رو اشغال کنن، با نیروی نظامی تو خاک فرانسه پیاده کردن، فرانسه رو از اشغال اشغالگران نجات دادن و سپردن دوباره دست مردم فرانسه. خب این چیزا رو چرا رسانه‌های فارسی زبان نشان نمیدن امروز به مردم؟ برای اینکه خیانتکارن این رسانه‌ها. همین حرفی که ما با هم داریم امروز میزنیم، همین سوالایی که امروز داری سارای عزیز، این سوالا رو باید دونه دونه‌شو کارشناس‌های چلغوز نشان این رسانه‌های خیانتکار فارسی باید این سوال‌ها رو به مردم جواب بدن که ته دل مردم خالی نباشه. حالا یه سوال راجع به آقای پهلوی دارم ازت، یعنی واقعا این آقا فکر میکنه دوباره قرار ایران پادشاهی بشه؟ یعنی همچین طرز فکری داره؟ من سارا میخوام یه بار دیگه این سوال خودت میخوام، ممکنه همچین چیزی؟ نه، ما پادشاهی نمیخوایم به هیچ عنوان، حداقل دور و وریای من این چیز واسه شون خنده داره، ایران پادشاهی. فکر میکنی توی جامعه امروز ایران چقدر از مردم، چون این رسانه های فارسی زبان دارن وانمود میکنن که الان همه مردم ایران دست به آسمان دارن دعا میکنن، میگن که ای شاهزاده سوار بر اسب سفید بیا ما رو نجات بده، و این بده، این خیانت به خود شاهزاده هم هست. یعنی من شاهزاده رو از نزدیک میشناسم، دارن توهم بهش میدن دقیقاً، واقعا این تصور براش ایجاد شده. تو همچین چیزی توی بطن جامعه نیست، شاید توی این اینستاگرام باشه، شاید حالا 4 تا کامنت موافق باهاش باشه، ولی واقعا توی جامعه ایران همچین چیزی نیست که حالا مثلا حالا خیلی این آقا رو قبول داشته باشن یا اینکه کسی دلش بخواد دوباره ایران پادشاهی بشه، اصلا همچین چیزی نیست. من یه سوال دوباره ازت میپرسم، آیا این حرفی که میزنی الان داشت گفتی خودت، هم میخوام یه بار دیگه بشنوین، من پادشاه فقید ایران رو محمد رضا شاه رو براش احترام قائلم، رضا شاه رو عاشقشم، اینجا هم بذار از این بر نمیتونی ببینی، این تنها تصویری که ببین، رضا شاه مرد بزرگی بود، ایران ساز بود، ولی خب بخشی از تاریخمونه، ما قرار نیست چون بخشی از تاریخ، خب مثلا ناپلئون بناپارت هم بخشی از تاریخ فرانسه است، مردم فرانسه ناپلئون بناپارت رو خیلی دوست دارن، خیلی دوستش دارن، نمیدونم میدونی یا نه، خب اینو بعد به تو فرانسه بری ببینی، ولی نمیان بگن خب فرانسه به انقلاب فرانسه ناپلئون بناپارت خیانت کرد، انقلاب فرانسه پادشاهی فرانسه رو کنار زدن، به جاش جمهوری فرانسه آوردن، ناپلئون بناپارت اومد دوباره برگردوند به پادشاهی، به امپراتوری، امپراتوری خونریز هم داشت، ولی امروز یک بخشی از تاریخ فرانسه است، مردم برای ناپلئون بناپارت احترام قائلن، کتاب براش می نویسن، کتاب های رمان های عشقی، فیلم های آنچنانی، اسم میادینشون رو، شهرهاشون رو میذارن روی از ناپلئون بناپارت می گیرن، ولی پادشاهی نشدن، امروز جمهوری پنجم فرانسه است. ما رضا شاه رو دوست داریم، بابا خود رضا شاه میخواست جمهوری بیاره توی ایران، رضا شاه رؤیای رضا شاه جمهوری ایران بود، ملاها و شاهزاده های قاجار نذاشتن، و حالا ما بیایم بگیم چون رضا شاه و محمد رضا شاه رو ما دوست داریم پس پسرشون رو بیاریم بکنیم شاه ایران. امروز دنیای امروز سارای عزیز، دنیای امروز نه ایران نه هیچ کجای دیگه، بشر هوشمند دیگه به دنبال چوپون نیست، بشر هوشمند دنبال شاه و شاهبازی نیست، و این رو ما داریم هی سعی میکنیم فریاد بزنیم به رضا پهلوی، به همه، که بابا جان اینجوری من توی همین این کتاب جدیدم روح قانون اساسی The Spirit of the Constitution Allah همینو توضیح دادم که بابا جان دیگه نسل پادشاهی های مشروطه، این چیزی که شما دارید تعریف میکنید پادشاهی خواهان، منقرض شده، شما حتی یک دونه پادشاهی در دنیا پیدا نمیکنی که بگه من پادشاهی مشروطم امروز، یعنی شاه تشریفاتیه ولی نه، شاه داره بر اساس قوانین مجلس حکومت میکنه، اون پادشاهی هایی هم که ما میشناسیم مثل انگلستان، مثل نروژ، تشریفات نمایشیه، نمایشیه، جمهوری تاج دارن، و ما پادشاهی مشروطه دیگه نداریم در دنیا اصلا. حالا من نمیدونم این هم رسانه ها خیانت کارن، دارن رضا پهلوی رو گول میزنن، و هم اطرافیانش، یک سری اطرافیانی که نفوذی های رژیم هم هستن، اینا دارن، و یعنی به خدا اینجوری نبود، اون 10 سالی که من میشناسمش رضا پهلوی میگفت من جمهوری رو خیلی بیشتر از پادشاهی قبول دارم،
چون جمهوری حکومت مردم بر مردمه و دیگه باید بگذریم پادشاهی بخشه. این حرفایی که ما توی خصوصی و عمومی کنار رضا پهلوی همیشه با هم می‌زدیم، من نمیدونم این اطرافیان جدیدش که از دفتر تحکیم وحدت و حضور دانشگاه اومدن کنارش کیان اینا که دارن یه همچین توهمی رو درش ایجاد میکنن که همه مردم ایران به دنبال پادشاهی هن. اونایی که تو میشناسی چقدرشون دنبال پادشاهی هن سارا؟ واقعا شاید دو سه نفر از چند نفر؟ شاید بهت بگم مثلا از 500 نفر شاید دو سه نفر که اونم با صحبتهای منطقی قانع میشن که اصلا پادشاهی تو این دور و زمانه یه چیز مسخره است. اصلا همون تشریفاتیش هم ها، همون تشریفاتیش هم یه چیز مسخره است. دلیلی نداره یه نفر رویایی زندگی کنه. حالا اصلا به عنوان تشریفاتیش هم باز یه چیز مسخره است. این که پادشاه بخواد حاکم باشه که اصلا اون که اصلا یه چیز منسوخ شده و خیلی مزخرفیه، ولی همون تشریفاتیش هم یه چیز مسخره. چرا باید اینطوری باشه؟ دلیلی نداره. و گزینه دیگه‌ای که ما داریم میگیم، میگیم آقا قانون اساسی، توی حکومت قانون، وقتی میگیم قانون اساسی حاکمیت، که هیچ فردی، ما نمیریم هیچ فردی رو بگیم آقا تو خوبی بیا ولی فقیهمون باشو تا ابد، تا بمیری همونجا بشین هر کاری میخوای بکن، میگه هیچ کس حق نداره به طرف بزنه، تو شاهی، تو ملکه‌ای. نه آقا جان، قانون مگه چش نصف دنیا امروز آزاد و دموکراتیکه؟ توی دنیای آزاد تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک بدون استثنا قانون اساسی حاکمه. یک قانون وجود داره، طبق اون قانون در یک مدتی مردم رأی میدن برای مهلت کوتاه که در این پریود زمانی فلانی بیاد روی کار با رأی مردم، بعدش هم بره کنار، اگر دوباره رأی دادن مردم بمونه، اگه نه بره کنار نفر بعدی بیاد. خب این اوج نبوغ و شعور بشر متمدن امروز. خب این چش حکومت قانون اساسی که ما به جاش بریم باز تولید استبداد بکنیم از دوران پارین سنگی بشر که دنبال یه چوپون و یه شاه و یه همچین چیزهایی میگشتن و بعد توجیه هم براش پیدا میکردن که خدا در خون این فرد یک چیزی گذاشته که فقط بعد توی رگهای فرزندانش جریان پیدا. آخه مسخره بازی مال بشر هوشمند دوران ایلان ماسک نیست، اینا مال دوره نمیخوام حرفای بد بزنم ولی محمد ابن عبدالله و اون شاش شطور خوردن و صحراهای حجاز و این مال اون دورانه، چه ربطی به الان داره؟ آخه برش کن، من اذیتت نمیخوام بکنم. مرسی، مرسی سارای عزیز، از خواهش میکنم، قربانت، مرسی، شبت بخیر، درود بهت. مرسی سارا جان، مسئولیت همه حرفا رو هم من گردن میگیرم. سارا هیچ کار است، اذیتشم نکنید و مراقب خودت باش. حالا یه دایرکت مسیج بفرست آینده ایران.